فصل سوم. در 15 سال حکومت تیبریوس قیصر، وقتی پنتیوس پیلاتوس فرماندار یهودیه و هیرودیس حاکم استان جلیل و برادرش فیلیپوس حاکم استانهای ایتوریه و نواحی تراخونیتوس و لیسانیوس حاکم آبلیه بود، یعنی در زمانی که حنا و قیافا کاهنان اعظم بودند، کلام خدا در بیابان به یحیی پسر زکریا رسید. او به تمام نواحی اطراف رود اردن می رفت و اعلام می کرد که مردم توبه کنند و برای آمرزش گناهان خود تعمید بگیرند، آنچنان که در کتاب اشعیای نبی آمده است. شخصی در بیابان فریاد می زند: راهی برای خداوند آماده سازید، طریق او را راست نمایید، دره‌ها پر شوند، کوه‌ها و تپه‌ها صاف گردند، کجی‌ها راست خواهند شد، راه‌های ناهموار هموار خواهند گشت و همه آدمیان نجات خدا را خواهند دید. انبوه مردم می آمدند تا از دست یحیی تعمید بگیرند. او به ایشان گفت: ای مارها، چه کسی شما را آگاه ساخت تا از خشم و غضب آینده بگریزید؟ پس توبه خود را با ثمراتی که به بار می آورید نشان دهید و پیش خود نگویید که ما پدری مانند ابراهیم داریم. بدانید که خدا قادر است از این سنگ ها فرزندانی برای ابراهیم بیافریند. تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افکنده خواهد شد. مردم از او پرسیدند: پس تکلیف ما چیست؟ او پاسخ داد: آن کسی که 2 پیراهن دارد باید یکی از آنها را به کسی که ندارد بدهد و هر که خوراک دارد باید همچنین کند. باجگیران هم برای گرفتن تعمید آمدند و از او پرسیدند: ای استاد، ما چه باید بکنیم؟ به ایشان گفت: بیش از آن چه مقرر شده مطالبه نکنید. سپاهیان هم پرسیدند: ما چه کنیم؟ به آنان گفت: از کسی به زور پول نگیرید و تهمت ناروا نزنید و به حقوق خود قانع باشید. مردم در انتظار به سر می بردن و از یکدیگر می پرسیدن که آیا یحیی مسیح موعود است یا نه؟ اما او این چنین جواب داد: من شما را در آب تعمید می دهم، اما کسی خواهد آمد که از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که بند کفش او را باز کنم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او چنگال خود را در دست دارد تا خرمن خود را پاک کند و گندم را در انبار جمع نماید، اما کاه را در آتش خاموش نشدنی خواهد سوزانید. یحیی با راه‌های بسیار و گوناگون مردم را تشویق می‌کرد و به آنها بشارت می‌داد. اما هیرودیس که بر سر موضوع زن برادرش هیرودیا و خلافکاری‌های دیگر خود مورد سرزنش یحیی واقع شده بود، با انداختن یحیی به زندان مرتکب کاری بدتر از همه شد. پس از آن که همه تعمید گرفتند، عیسی نیز تعمید گرفت و به دعا مشغول بود که آسمان گشوده شد و روح القدس به صورت کبوتری بر او نازل شد و صدایی از آسمان آمد: تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. وقتی عیسی مأموریت خود را شروع کرد، در حدود 30 سال از عمرش گذشته بود و بر حسب تصور مردم او پسر یوسف بود و یوسف پسر حالی و پسر متات، پسر لاوی، پسر ملکی، پسر ینا، پسر یوسف، پسر متاتیا، پسر آموس، پسر ناهوم، پسر حسلی، پسر نجی، پسر مات، پسر متاتیا، پسر شمعی، پسر یوسف، پسر یهودا، پسر یوهننا، پسر رئیسا، پسر زروبابل، پسر سالتیل، پسر نیری، پسر ملکی، پسر ادی، پسر قوسام، پسر ایلمدام، پسر ایر، پسر یوسی، پسر ایلازر، پسر یوریم، پسر متات، پسر لاوی، پسر شمعون، پسر یهودا، پسر یوسف، پسر یونان، پسر ایلیاقیم، پسر ملیا، پسر مینان، پسر متاتا، پسر ناتان، پسر داوود، پسر یسا، پسر عبید، پسر بوز، پسر شلمون، پسر نحشون، پسر امینوداب، پسر ارام، پسر حسون، پسر فارس، پسر یهودا، پسر یعقوب، پسر اسحق، پسر ابراهیم، پسر تارح، پسر ناهور، پسر سروج، پسر رعوب، پسر فالج، پسر آبر، پسر صالح، پسر قینان، پسر ارفکشاد، پسر سام، پسر نوح، پسر لامک، پسر متوشاله، پسر خنوخ، پسر یارد، پسر محلئیل، پسر قینان، پسر انوش، پسر شیس، پسر آدم بود و آدم از خدا بود.